خب ببینیم سوالمون چی میگه. با فرض اینکه گرمایی لازم برای تبخیر یک مول آب دو برابره گرمای تبخیر مولی آمونیاک باشد، یعنی داریم که گرمایی که برای تبخیر آب لازم داریم یک مول دو برابر چیه؟ گرمای تبخیر یک مول آمونیاکه. ترتیب مقدار گرمای واکنش های آ تا ت در کدام گزینه به درستی اومده است؟ خوب دقت بکن، اومده آمونیاک رو سوزونده، چی تولید شده؟ نیتروژن و H2O یا همون آب تولید شده. حالا حالت های فیزیکی تو چهار تا واکنش، چهار تا حالت متفاوته. یه جایی اومده آمونیاک حالت مایع داده، آب رو حالت گاز به دست آورده، یه جایی اومده آمونیاک گازی داده، آب مایع به دست اومده. چهار تا حالت واسه ما چیده. من باید بیام چیکار بکنم؟ اول بیام یک محور انرژی رسم بکنم. بچه‌ها ببینید، یه محور انرژی رسم می‌کنم، میگم این انرژیه. خب اول از همه بیا مشخص کنم ببینم بین آمونیاک و آب کدوماشون توی محور انرژی آنتالپی بیشتری داره، یعنی اینکه پایداری کدوماشون بیشتره، پایداری کدوماشون کمتره. بعد چی کار بکنم؟ بعد از اون بیا مشخص بکنم که حالت گازی و مایعشون چجوریه. خب من میدونم که از لحاظ پایداری آب پایدارتر از چیه؟ از آمونیاکه. پس نتیجه میگیرم سطح انرژی آب از آمونیاک پایین‌تره. پس من اینجا رو میگیرم H2O، اینجا رو میگیرم آمونیاک. حالا راجب حالت های فیزیکیشون میخوام صحبت کنم. بچه ها من اگر حالت فیزیکی آمونیاک رو بالاترین مقدارش رو گازی در نظر بگیرم، پایینترش چی میشه؟ میشه حالت فیزیکی مایع آمونیاک، یعنی NH3 مایع. پس من نتیجه میگیرم که NH3 مایع و گاز فاصله شون چیه؟ فاصله شون اینه. حالا H2O هم به همین شکل مقدار گازیش، آنتالپیش یا همون محتوای انرژیش از مقدار مایعش بیشتره. یعنی اینجا هم یه H2O مایع دارم. خب این از این. حالا دقت بکن، گفته چی؟ گفته که با فرض اینکه گرمای لازم برای تبخیر یک مول آب دو برابر چی باشه؟ گرمای تبخیر مولی آمونیاک باشه. یعنی چی؟ یعنی گفته این فاصله رو اگر من بذارم X و این فاصله رو بذارم Y هم برابر با چی میشه؟ برابر با ببخشید بچه ها، خب Y هم برابر میشه با 1/2 X، یا بهتره بگم که X برابر میشه با 2Y. خب 2Y رو برابر با X قرار میدم. خب این از این. نمودار رو من کشیدم. خوب توجه بکن، میخوام آب و ت رو مشخص بکنم. بیشترین مقدار گرما یعنی چی؟ بیشترین مقدار آنتالپی که میخوام مشخص کنم بین کدوم حالته؟ بین این دوتا حالته که من NH3 گازی داشته باشم. بیام برسم به چی؟ H2O مایع. نگاه واکنشات بکن، NH3 گازی رو پیدا بکن. اینجا NH3 گازی دارم، NH3 گازی دارم. به چی رسیدم؟ H2O مایع، H2O چی؟ گاز. خب پس نتیجه میگیرم که P باید از همه بیشتر باشه. توی کدوم گزینه گفته P از همه بیشتره؟ گزینه 1 خط میخوره، گفته B، 2 گفته P، 3 گفته P و 4 هم گفته T. خب حالت دومی که این فاصله از همه بیشتر میشه کدوم هست بچه ها؟ در واقع بهتر بگیم فاصله کمتره رو حساب کنیم، الان بیشتر رو حساب نکنیم. اینه که بگیم آمونیاک مایع بیاد تبدیل به چی بشه؟ H2O گازی بشه. خب آمونیاک مایع اینجا دارم، تبدیل به H2O گازی بشه، اینجا B هضم میشه، T میمونه. T باید از همه کمتر باشه. خب کدوم گزینه T از همه کمتره؟ 2 و 3 جفتشون T از همه کمتره. اما برسم به مقایسه AOB ببینم AOB کدوماشون بیشتره. خوب توجه بکنید، این فاصله که اینجا هست دو برابر اینه. خب توی A گفته چی؟ توی A گفته از NH3 گازی، من با یه رنگ دیگه مشخص میکنم، از NH3 گازی اومدم رسیدم به چی؟ H2O گازی. این میشه چی؟ این میشه واکنش A. واکنش B رو هم که باید بررسی بکنم ببین چه اتفاقی میفته. اومدم از NH3 مایع رسیدم به چی؟ H2O مایع، یعنی رسیدم به اینجا. اینم میشه چی؟ اینم میشه B. خب خوب توجه بکن، A و B این قسمت فاصله شون یکسانه، درسته؟ اما A به چه شکله؟ A یه Y داره. B چطور؟ B 2Y داره اینجا. این فاصله دو برابره دیگه. پس نتیجه میگیرم که B هم بیشتر از چیه؟ A. یعنی دومی من باید B باشه، یعنی اینجا اول P از همه بزرگتره، بعد B از A بزرگتره و A هم از T. یعنی جواب تست هم میتونه گزینه 2 باشه.